بهت کلی فیلم مصاحبه از آدمای مختلف دادن و بهت گفتن ازش یه خروجی در بیار. این یکی از سخت‌ترین کارا برای یه تدوینگره، اما من چند تا راهکار بلدم که این کارو خیلی ساده‌اش می‌کنه. سلام، خوش اومدیم به مووی‌لا. من حسین وکیلی هستم و امروز می‌خوایم درباره موضوع تدوینی خیلی مهم با هم صحبت کنیم، اونم تدوین فیلم مصاحبه است. این که به شما کلی فیلم از آدمای مختلف میدن، هر کی نشسته چند دقیقه کلی صحبت کرده و بعد جاهای خوبش رو پیدا کنید، کات کنید و لای صحبت بقیه بذارید، و این کار ممکنه خیلی طولانی و کسل کننده باشه. برای اینکه این کارو راحت‌تر انجام بدید و به مشکل فنی نخورید، توی ویدیو چند تا راهکار بهتون معرفی می‌کنم که با انجام دادن اونها حتما خیلی کارتون راحت‌تر و سریع‌تر و بهتر انجام میشه. و دمتون گرم که کانال ما رو حمایت می‌کنید. خب بریم سر اصل مطلب. به شما کلی فیلم میدن، حالا یا خودتون گرفتید یا یکی دیگه براتون گرفته، و شما باید اون رو تدوین کنید از آدم‌های مختلف. اول از همه اگر صدای اصلی جدا ضبط شده بود چجوری سینکش کنیم، یعنی چجوری صدای اصلی رو جایگزین صدای الکی که دوربین شما گرفته بکنید. کاری نداره، کافیه که اون صدا رو پیدا کنید، بذارید لایه مثلا دوم صدای زیر فیلمتون، فقط مطمئن باشید که این صدای همون فایله. بعد از اون فیلم و صدا رو با هم انتخاب کنید و روشون کلیک راست کنید توی تایملاین. بعد برید سینچورنایز رو پیدا کنید، براتون یه پنجره میاد، میتونید اون پایین تیک آدیو رو بزنید و از روی ترک چنلش مثلا ترک یک رو انتخاب کنید، که یعنی از روی صدای یک بقیه صداها رو هم سینک کنه و به هم مرتبط کنه. بعد از اینکه اوکی بزنید میبینید که صداتون سینک شده بعد چند لحظه، و میتونید فایل صدای جدید رو جایگزین صدای فیلم دوربینتون بکنید و تموم شده رفت. دیگه نمیخواد بشینید دستی هی صدا رو اینور اونور کنی ببینی که سینک شده درسته یا نه. مشکلی که ممکنه شما بهش بخورید اینه که صدایی که ضبط کردید مونو باشه. مونو یعنی صدا فقط از یک کانال، کانال راست یا چپ فقط میاد. ولی اگر استوریو باشه از چپ و راست صدا رو میشنوید. برای اینکه بفهمید مونه یا نه، کافیه که فقط صدا رو گوش کنید یا بندازید توی تایملاین ببینید که یه دونه از این ویو فرما یا اون طول موج داره یا دو تا کانال داره. اگر یه دونه داشته باشه یعنی فقط مونه. حالا برای اینکه درستش کنیم چیکار میکنیم؟ روی صدامون کلیک میکنیم توی تایملاین و میریم توی افکت، افکت فیل لفت ویت رایت، یا افکت فیل رایت ویت لفت رو سرچ میکنیم. هر کدومی که انتخاب کنید برای اینه که مثلا صدای فیل رایت، صدایی که اگر راستتون رو نمیشنوید چپ و صدا رو راستم بندازه، یا برعکس اگر چپ رو نمیشنوید افکت فیل لفت صدای راستی که میشنوید رو میندازه رو چپ، و اینجوری تمومه، شما با هر دو گوشتون صدا رو کاملا میشنوید. دوست خوب من، اون دکمه ای که پایین ویدیو و شبیه قلب اسمش لایکه، برای اینه که اگر یه چیزی رو میبینن و ازش خوششون میاد اون دکمه رو بکوبن روش. تو اگر این کارو نکردی تا حالا امتحانش ضرر نداره، یه بار بزن رو قلبه. یه کار خیلی مهمی که تو تدوین مخصوصا مصاحبه میشه انجام داد لیبل کردن فیلم‌ها و صداهاست. یعنی اینکه شما بیای مثلا هر آدم یا هر موضوعی رو که داری فیلمشو یه رنگ خاص کن، مثلا آدم شماره یک رنگش قرمز، آدم شماره دو رنگش آبی. چجوری این کارو انجام میدیم؟ روی فیلم‌های اون آدمه کلیک راست میکنیم و گزینه لیبل رو انتخاب میکنیم. بعدش از اون لیبله چند تا رنگ برامون اومده که میتونیم یکشو انتخاب کنیم و بذاریم فیلم اون آدمه اون رنگی بشه. این لیبل کردنه جز شکل خاصی که به تایملاین میده و شما چشمی راحت میتونید فیلم رو از هم سوا کنید، یه خاصیت دیگه هم داره که بعدا دربارش صحبت میکنیم. خب مرحله بعد اینه که شما باید رافکات بزنید. یعنی چی؟ یعنی بگردید و هر آدمی رو فیلمشو اونجاهایی که نمیخواید مطمئنید و حذف کنید و از شرش خلاص شید تا فیلمتون نزدیکتر شه به اون چیزی که قراره توی خروجی بیاد. بعد از اینکه همه آدما رو رافکاتشون رو زدید، باید بیاید و فیلمتون رو نهایی کنید و به اون تایم و اون اندازه‌ای که میخواید برسونید فیلما رو قاطی هم بچینید و به شکل آخرش برسه. اما نمیایید اون رافکاتایی که اول زدید و از بین ببرید. برای این کار شما میتونید یه سکانس جدید درست کنید. چجوری؟ میتونید کنترل N رو بزنید و پنجره نیو سیکونس برای شما بیاد و اونجا یه سکانس جدید انتخاب کنید و برید فیلماتون رو توش کپی کنید و اون تو انتخاب کنید. اینجوری شما یه کپی از فیلمای قبلیتون دارید و الان دارید تدوین نهایی کارتون رو انجام میدید. البته خود من نمیام سکانس جدید درست کنم، معمولا میام فیلم‌ها رو یه کپی ازشون جلوتر تو همون تایملاینی که هستم میگیرم. برای این کار کافیه که دکمه A رو روی کیبوردتون بزنید و شکل موس این شکلی بشه و حالا کلیک کنید و بکشید فیلم‌ها رو جلوتر تا اونجایی که فضا باز شه برای تدوین جدیدتون، یه کپی بگیرید از اون فیلم‌ها و اونجا کار کنید که وقتی فیلمی اشتباه کات شد از دست نره.
خب الان تدوینمون رو تقریبا دیگه نهایی کردیم. اگه یادتون باشه گفتم لیبل کردن یا رنگ دادن به یه درد دیگه هم میخوره. اون درد چیه؟ اینه که شما میتونید فیلماتون که حالا قاطی پاتی شدن رفتن اینور اونور تایملاین با یه کلیک ساده همشون انتخاب کنید. مثلا فیلم یه آدمو انتخاب کنید. چه جوری؟ میدید کلیک راست میکنید روش، دوباره لیبل و حالا سلکت لیبل گروپ. همه یه فیلمای اون رنگی رو براتون انتخاب میکنه و شما اگه میخواهید پاکشون کنید، میخواهید افکت خاصی بهشون بدید، میتونید خیلی ساده این کار بکنید. دیگه لازم نیست برید سر تا سر تایملاین پیداشون کنید، دنبالشون بگردید، کنترل رو بزنید، شیفت رو بزنید، از دست نره مثلا. نه، با یک کلیک ساده میتونید همه اون فیلم‌ها رو پیدا کنید و هر بلایی سرشون میخواد بیارین. اما جالب اینه که شما میتونید این لیبل‌ها رو از بیخ عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی هم رنگش و هم اسمش رو. چه جوری؟ میرید توی ادیت preferences و از اون منوی پنجره براتون باز میشه که لیبل ها اومده، میتونید انتخاب کنید هر رنگی دلتون میخواست بذارید و اسمشون رو هم عوض کنید. خب دیگه فکر نمی‌کنم چیزی از قلم افتاده باشه که دربارش صحبت نکرده باشیم. توی این موضوع درباره چیز مهمی صحبت کردیم، این که چجوری صدا و تصویر اتوماتیک سینک کنیم، صدای مونو رو استریو کنیم و لیبل کردن فیلم ها چه دردی از ما دوا میکنه. این ویدیو هم فکر می‌کنم به آخرش رسید و دمتون گرم که تا آخر ویدیو با ما بودید. پس اگر از این ویدیو خوشتون اومده برید حتما صفحه ما رو توی اینستاگرام و یوتیوب فالو کنید، سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. دمتون گرم، برید و کارهای خفن بسازید.